سبزه عید هست. سبزه تخمه کدو حلوایی، همون کدوهایی که من در طول زمستان باهاش دسر و سوپ و آش درست کردم، تخمه هاش رو جمع آوری کردم، خشک کردم و الان میخوام باهاش سبزه درست بکنم. تخمه‌های کدو حلوایی رو کامل میشوریم، دقت میکنیم اگر دونه های روی آب اومد معلومه که داخلش خالی هستش و باید کنار بذاریم. بعد که دونه ها رو شستیم روش آب میریزیم، باید کامل روی دونه ها رو بگیره آب، دو روز میذاریم تا خیس بخوره، ولی روزی یکی دو بار آبش رو عوض میکنیم. روزی دو بار آب تخم کدو حلوایی ها رو عوض میکنیم به خاطر اینکه بوی نامطبوعی نگیره. دوباره آب میریزیم و کنار میذاریم. بعد از دو روز که تخم کدو حلوایی ها رو خیس کردیم، اون رو داخل یه پارچه سفید رنگ نخی تمیز قرار میدیم و میذاریم داخل یک آبکش و به وسیله اسپری روزی چند بار پارچه نخی رو مرطوب میکنیم، یا میتونیم آبکش رو زیر شیره آب بگیریم که پارچه مرطوب بمونه تا زمانی که جوونه بزنه. بعد از یک روز که داخل پارچه نمدار قرار بدیم، میبینیم بعضی از این دونه های کدو حلوایی فعال شدن. اسپری آب میکنیم، پارچه رو مرطوب نگه میداریم، یک روز دیگه اجازه میدیم که داخل پارچه دونه ها بمونن. مرتب پارچه رو خیس نگه میداریم، بعد از دو روز باز میکنیم ببینیم دونه های کدو حلوایی به چه شکل در اومدن، جوونه زدن، بعد از دونه ها فعال شدن. اصلی قرار میدیم که میخوایم سبزه بکاریم. اینجا ما میایم داخل سبد میخوایم سبزه بکاریم. یک مشمای شفافی رو انتخاب میکنیم، چند جای اون رو سوراخ میکنیم، کف سبد قرار میدیم و روی این پلاستیک شفاف حدود 10 سانتی متر خاک گلخونه می‌ریزیم. باید خاک سبک گلخونه باشه. بعد میام خاک رو مرطوب می‌کنیم. خاک که مرطوب شد میان جوونه هایی رو که فعال شدن رو روی خاک قرار میدیم، جوونه هایی که فعال نیستن رو هم میذاریم کنار به خاطر اینکه بقیه جوونه ها رو خراب میکنه، فقط جوونه هایی که فعال هستن رو روی خاک قرار میدیم. دونه هایی که فعال نیستن رو جدا میکنیم به خاطر اینکه این دونه ها باعث میشن که بقیه دونه های فعال رو هم خراب بکنن. بعد از اینکه دونه ها رو روی خاک ریختیم، میام یک نایلکس روشنی رو
رنگ روشنی رو انتخاب میکنیم، چند جای نایلکس رو سوراخ میکنیم، بعد از اون نایلکس رو روی سبد قرار میدیم. روزی دو بار نایلکس رو از روی سبد بر میداریم، اسپری آب میکنیم تا جوانه ها رشد بکنن. سبد رو در جایی قرار میدیم که نور آفتاب بخوره، جاش نباید زیاد گرم باشه نه زیاد سرد. وقتی دونه های کدو حلوایی داخل پارچه به این مرحله رسید، میان داخل تون میزیم. میخوام که دونه های کدو حلوایی توی تون رشد بکنه. ابتدا یک تون رو برمیداریم، کف تون مقداری سنگریزه میریزیم، بعد دونه های کدو حلوایی رو به این شکل داخل تون می‌ریزیم. فقط باید حواسمون باشه دونه هایی رو که فعال نشدن داخل تون نریزیم، چون موجب میشن که دونه های دیگه هم خراب بشن. به این شکل داخل تون می‌ریزیم و روزی دو بار به وسیله اسپری آب افشانی میکنیم. باید حواسمون باشه که جاش خیلی گرم نباشه، چون اگه جاش خیلی گرم باشه کپک میزنه، و زیادی هم آب افشانی نکنیم. میزان آبی که میخواد باید خیلی کم باشه. سه روز بعد از اینکه تخمه های کدو حلوایی فعال شده رو داخل تون قرار دادیم، بعد از دو روز که سبزه تخمه کدو حلوایی رو داخل سبد قرار دادیم، به وسیله اسپری آب افشانی میکنیم و دیگه نایلکس رو از روش برمیداریم، چون میبینیم که داره سبز میشه به تدریج. 6 روز پیش ما نایلکس رو از روی سبد برداشتیم. بعد از 6 روز سبزه تخمه کدو حلواییمون به این شکل در اومده. گفتیم در جای پرنور قرار میدیم و زمانی که این سبزه در جای پرنور قرار گرفت، مرتب باید این سبد رو بچرخونیم که سبزه ها به یک سمت تمایل پیدا نکنن و هر روز باید سیرابشون بکنیم. البته بستگی به دمای مناطقم داره میزان رشدشون. سبزه تخمه کدو حلوایی که داخل سبد قرار دادیم بعد از 12 روز به این شکل در اومده. شما برای آماده سازی سبزه تخمه کدو حلوایی 15 روز قبل از عید باید اقدام بکنید و تا انتهای عید و تا 13 به در به همین شکل سرسبز باقی میمونه. اینم سبزه هستش که در داخل تون قرار دادیم به این شکله. امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید. خوشحال می‌شم که دعوت کردید.